سلام گرم به هموطنان عزیز. نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت قسمت 32. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم با یه برنامه دیگه و امیدوارم که زندگی و روزگار بهتون خوش و خرم بگذره و بتونید با ورزش و تندرستی و سلامتی هرچه بیشتر زندگی کنید. مدت خیلی زیادی گذشته و که در خدمتون هستم با برنامه های مختلف، تقریبا حدود 7-8 ماه شده و خودم هم تعجب کردم چند روز وقت پیش یه بار ببین فکر کردم، ولی به هر حال خیلی ممنونم بابت تمام کامنت ها و نظرات و انتقاداتی که در طی مدت دادین و ساپورت کردین و نظراتتون حتما مورد بررسی قرار میگیره و برنامه هایی که تنظیم میکنم بیشتر به خاطر نظرات و دیدگاه های شما عزیزان هم بوده و سعی میکنم سوالاتی که پرسیدین در کنارش جواب بدم. به هر حال کمی و کسری هست، به بزرگی خودتون ببخشید. من سعیم اینه که مردم ما از نظر سلامتی بتونن آگاهی بیشتری پیدا بکنن و بتونن سلامتی و تندرستی خودشون رو در دراز مدت مدیریت خوبی بکنن. همونجوری که گفتم سلامتی یه بخش خیلی وسیعیه که تمام سران کشوری و دولتی رو درگیر میکنه تا تک تک افراد و شخص میرسه که مسئولیت اصلی سلامت شخص و خود ماها به عهده داریم. یعنی تک تک ما مسئولیم در برابر سلامتیمون، جلوگیری کردن از بیماری ها، درمان بیماری ها و مدیریت دوره نقاهت و بهبودی. به همین دلیل داشتن اطلاعات پایه و بیسیک خیلی مؤثر میتونه باشه در بهبودی شما و دورانی رو که شما با این بیماری دست و پنجه نرم میکنید و تا به سلامتی کامل برسید. و اگه بازم سوال و نظر و پیشنهاد خاصی دارید همیشه میتونید با ما در تماس باشید و من سعیم اینه که بهترین جواب رو در کوتاه‌ترین زمان بهتون ارائه بدم. خب برگردیم به بحث امروزمون. بحث امروز راجع به دیابت هست که متاسفانه یک بیماری خیلی شایع است و در طی چند هفته پیش من میخواستم راجع به برنامه داشته باشم، اون تا بالاخره امروز نوبتش رسید. ببینید دیابت یه بیماریه که از بچه ها تا افراد مسن همه میتونن ازش رنج ببرن و کلن تو اکثر کشورها میتونیم بگیم یه آمار نسبتاً زیادی داره که حدود 10% تا بعضی آمار میگن 7-8%، 6% تا 10% بستگی به جوامع مختلف داره تو این محدود تغییر میکنه آمار بیماری دیابت. و تو ایران هم متاسفانه بیماریه که خیلی رواج داره، خیلی افراد از این رنج میبرن و حدود آمارایی که نشون میدن از 6 میلیون تا 7 میلیون تا 10 میلیون همون میشه 7-8% که آمار جهانی این بیماری هست. به هر حال نکته مهمی که راجع به این بیماری ما باید بدونیم اینه که چجوری میشه از این بیماری پیشگیری کرد و چجوری اونو مدیریت کنیم که کمترین رنج و آسیب و ازش ببریم. که سعی من اینه که امروز بتونم تا جایی که میتونم براتون توضیحات کافی ارائه بدم. خب بیماری دیابت یا مرض قند یا دیابتیک ملیتوس که انگلیسیشه، مجموعه ای از بیماری های دیابت هست که معمولا شامل دو بخش بزرگه، یکی دیابت نوع 1 یکی دیابت نوع 2. نوع 1 که بیشتر تو بچه ها شایع هست به خاطر اینه که اینا به خاطر ژنتیکی یا آمادگی دارن که این بیماری را بهش مبتلا بشن و در طی چند سال اول عمر بچه یه سری علائم بروز میده که با آزمایش ها و تشخیص به موقع میتونین خیلی به اون کمک بکنید. بیماری نوع دوم که دیابت نوع 2 هست که بیماریه که معمولا افراد مسن ازش رنج میبرن و شایع هست و معمولا از سن 25 تا 60 اینا بیشترین ریتو داره. به همین دلیل من سعی میکنم که دوتاشونم یه خلاصه توضیح بدم و برگردیم در نهایت به اینکه چجوری با ورزش میتونیم این بیماری را معالجه کنیم و یا خیلی خیلی آمار بدتر شدن اون، وخیمتر شدن اون رو کنترل بکنیم و نذاریم از حد معمولیش خارج بشه و از کنترلمون در بیاد. خب دیابت کلن چجوری پیش میاد و مشکل اصلی چیه؟ همونجوری که میدونید وقتی ما غذا میخوریم یا هر ماده غذایی، این میره تو معده و شروع به تجزیه میشه. وقتی که تجزیه میشه مقدار زیادی گلوکوز آزاد میشه که در حالت طبیعیش جذب خون میشه و
از طریق خون به سلولهای بدن میره و بدن از با استفاده از این گلوکوز انرژی تولید میکنه که منبع روزانه انرژی اکثر ماها هست. کسی که دیابت داره وقتی که این غذا میره تو خون، حالا دو تا مشکل داریم، یکی دیابت نوع اول، یکی دیابت نوع دوم. تو دیابت نوع اول هورمون انسولین که در واقع از پانکراس، غده پانکراس که زیر جگر قرار داره ترشح میشه، این به خاطر اون عوامل ژنتیکی کاملا محدود میشه، یعنی ترشح هورمون انسولین رو نداریم. به همین دلیل مقدار گلوکوزی که از طریق غذا وارد بدن شده میره بالا تو سلول ها و به خاطر عدم انسولین این گلوکوز تو خون زیاده ولی نمیتونه وارد سلول ها بشه، چون انسولین یک در واقع مثل یک کلیدیه که در سلول ها رو باز میکنه و این گلوکوز وارد سلول میشه که مورد تجزیه قرار میگیره، انرژی تولید میکنه. پس مشکل اصلی در دیابت نوع اول عدم ترشح انسولین با کلی و یا خیلی خیلی کم میشه مقدارش. در دیابت نوع دو که خیلی شایع تره و افراد زیادی از اون رنج میبرن، مشکل اصلی اون عوامل ژنتیکی نیست. حالا شاید عوامل ژنتیکی هم برای سیر مؤثر باشه، ولی علل اصلی عدم در واقع تنظیم ورود و خروج گلوکوز به سلوله و به همین پس انسولین ترشح میشه از پانکراس، سلولای آلفا و بتا داریم که هر کدومشون یه سری برای دیابت نوع اول و دو انسولین مسئول انسولینن، ولی تو دیابت نوع دو انسولین ترشح میشه، حالا مقدارش شاید کم و زیاد بشه، ولی اون گیرنده هایی که تو قسمت قشای سلولی داریم که اینا ورود و خروج گلوکوز رو بر مبنای مقدار انسولین تنظیم میکنن، این گیرنده ها ایراد پیدا میکنن و بازم مقدار انسولین تو مقدار گلوکوز ببخشید تو خون بالاست، ولی به خاطر عدم تنظیم غشای سلولی و انسولین این گلوکوز نمیتونه وارد سلول بشه و در نهایت مقدار گلوکوز در خون ما میره بالا، در صورتی که از اونور سلول کمبود گلوکوز داره. پس این اصل مشکل دیابت حالا نوع یک و دوش اینه و مسائل و سیمتوم هایی که این بیماری میتونه ایجاد بکنه خیلی زیادن، از کوفتگی، خستگی، تشنگی مکرر و مشکل چشم پیدا کردن، دیدشون به هم میخوره و از همه مهمتر میتونه مسائل کاردیوواسکولار یعنی بیماری های قند و قلب و عروق ایجاد بکنه. و مسئله دیگه که دیابت میتونه ایجاد بکنه خارش یه سری قسمت های بدنه و از همه مهمتر یه سری اگه این بیماری مدیریت نشه و از کنترل خارج بشه خیلی میتونه خطرناک باشه، میتونه اصلا باعث از بین بردن یه نفر بشه، جانشو بگیره. علتش هم اینه که یه مثال ساده میزنم، کسی که دیابت داره معمولا اگه دیده باشین پنجه پاهاش مرمور میشه و در نهایت باعث زخم در کف پا و انگشتان میشه که اگه باز این خوب با دارو و لایف استایل روش های خوب صحیح زندگی مدارا نشه منجر به قطع پا میشه متاسفانه و در نهایت این میتونه مشکلات خیلی زیادی ایجاد بکنه که در ادامه برنامه به یه سری از اونها باز میپردازیم. در اینجا من خواهش میکنم از دوستان یه فیلم انیمیشن خوبی هست راجع به این بیماری دیابت که اینو 5-6 دقیقه است با هم نگاه کنیم. همینجوری که میبینید این فیلم انیمیشن داره نشون میده که حالت طبیعی پروسه غذا خوردن و تجزیه غذا در معده چجوریه که منجر به گلوکوز میشه. میگه وقتی کربوهیدرات مثل غذاهای مثل نون، برنج، میوه اینجور مواد غذایی رو میخوریم یا تو معده و اونجا تجزیه میشه که گلوکوز تولید میکنه و به ما انرژی میده. این گلوکوزی که تولید شده میره تو سیستم گردش خون ما و از اونجا پنکراس، همون غده پنکراس که گفتیم مسئول این کاره،
سنسورایی داره که انسولین ترشح میکنه و این انسولینی که ترشح میشه باعث میشه که این گلوکوزی که توسط غذا تولید شده وارد سلول ها بشه. ببینید اینجا اون لتر آی برای انسولینه و جی برای گلوکوز. قشنگ داره نشون میده که میگه انسولین مثل یک کلیدی کار میکنه که در سلولا را باز میکنه و گلوکوز میره تو سلول. دقیقا همین سیستم ما تو بدن داریم. انسولین در واقع همون کلیدیه که باعث میشه گلوکوز به اندازه کافی بره تو سلول. در حالت عادی وقتی که گلوکوز بیشتر تولید بشه انسولین هم بیشتر میشه و این بالانس همیشه وجود داره بین مقدار گلوکوز تو خون و مقدار انسولینی که نیاز اینو جذب سلول ها بکنه. ولی وقتی که مشکلی پیش میاد این دیگه بالانس به هم میخوره. مقدار گلوکوز که تو قسمت سمت چپ میبینید میره بالا ولی انسولین پایین میمونه. تو دیابت نوع 1 مشکل اینه که انسولین ترشح نمیشه همجوری که قبلا اشاره کردم و دلیلش هم متاسفانه میگه ما نمیدونیم که چیه، که همون ژنتیک بیشتر. حدود 15% از مریض های دیابتی نوع یک رو دارن و بیشتر زیر 40 سال پیش میاد. وقتی که مواد غذایی که میره تو معده و منجر به ایجاد گلوکوز میشه که وارد خون شده، اونجا این کلید رو نداریم که به قول همه جا کلیدی شده دیگه، همه دولت هم کلید دارم و انسولین هم کلیدی شده اینجا. این به خاطر عدم وجود این کلید دیگه گلوکوز نمیتونه بره تو سلول و بیشتر تو کیدنی، تو کلیه جمع میشه و به خاطر همینه که مریضای دیابتی بیشتر دستشویی باعث برن، چون مقدار گلوکوز زیادی که تو خون هست کلیه میخواد دفع کنه یه مقدارشو و به خاطر همین اینا آب زیادی از دست میدن و در نتیجه اونم اونقدر تشنگی دارن مریضای دیابتی. و یه مشکل دیگه ای که پیش میاد به خاطر وجود زیاد گلوکوز تو خون، باکتری ها میتونن خوب رشد بکنن و وقتی یک بیماری که داشته باشین شما باعث میشه که خیلی دیر خوب بشه، سلو هیلینگ دارین در واقع و همین گلوکوز زیادی باعث یه سری ناراحتی ها در چشم هم میشه که بلرد ویژن میگن، در واقع شفاف ندیدن. یه نکته ای که خیلی خوبه بدونید، تایپ 1 دیابتی و تایپ 2 دوتاشون خستگی میارن و اینا دوتاشون هم باعث میشن که وزن بره پایین و آب زیادی از دست بدن، خستگی و کوفتگی زیاد، تأخیر در بهبودی بیماری ها و اینفکشن ها، شفافیت نداشتن تو دیدشون و یه سری مسائل کاردیوواسکولار یا بیماری های قلب و عروق میتونه پیش بیاره. خب نوع 2 که خیلی شایع است بین افراد مسن، میگه 85% بیماری های قند مربوط به نوع 2 میشه و همجوری که گفتیم این مشکل اصلیش اینه که مقدار انسولین یا کمه و یا وقتی هم که مقدار انسولین ترشح میشه تنظیمش به هم خورده و سلول ها نمیتونه خوب جوابگو باشه و به همین دلیل گلوکوز تو خون زیاده ولی وارد سلول نمیشه. Into glucose in the stomach and digestive system as normal. That glucose then moves into the bloodstream. The pancreas starts to produce insulin
همینجا میگه پنکراس دوباره سعی میکنه انسولین ترشح کنه که گلوکوزی که وارد خون شده وارد سلول ها بشه، همون به همون انیمیشن قبلی برمیگردیم که دوباره مثل یک کلید کار میکنه، ولی اینجا این کلید کار نمیکنه. دلیل اصلیش هم معلوم نیست که چرا، با اینکه انسولین هست ولی این کار نمیکنه. البته یه سری نظریه هست ولی به طور دقیق مشخص نشده. و اینجا تو این داره میبینید که دوباره لول انسولین گلوکوز میره بالا تو خون و همزمان لول انسولین هم میره بالا که بتونه این گلوکوزا را تجزیه کنه بفرسته داخل سلول، ولی متاسفانه چون کار نمیکنه در نهایت انسولین میاد پایین و در نهایت باز اون مسائل جانبی رو پیش میاره که توالت رفتن زیاد، تأخیر در بهبودی و خارش و خستگی و کوفتگی و از دست دادن وزن و تشنگی و مشکلات دیگه. و نکته خوبی که داره میگه اینه که به خاطر این مسائلی که اشاره شد، بعضیا میتونن تا 10 سال این بیماری رو داشته باشن بدون اینکه خبر داشته باشن. به همین دلیل نکته مهم اینه که شما چکاپ مرتب داشته باشین، مخصوصا بالای سن 40 به بالا، که خدای نکرده این بیماری خاموش نباشه تو بدن شما و در نهایت با تأخیر پیدا نشه. به موقع اگه هر بیماری را ما پیدا بکنیم خیلی اثرات خوبی میتونیم داشته باشیم. خیلی خوب، فکر میکنم این فیلم به خودی خود به اندازه کافی واضح بود. زبان انگلیسی من یه سری توضیحاتی دادم. پس دلیل اصلی بیماری قند یا ترشح نشدن انسولین و یا عدم تنظیم این انسولین و دیوار سلولی و گلوکوز است. در اینجا من میخوام برگردیم به قسمت درمان این بیماری. ببینید درمان این بیماری دو سه نوع بیشتر نیست. یکی اولیش درمان داروییه که بیمار داروهای مختلفی دکترها بر مبنای مقدار نتایج آزمایش هایی که انجام میدن به شما تجویز میکنن و مهم اینه که شما این داروها رو با موقع و خوب مصرف بکنید که از بحث ما خارجه. مسئله بعدی لایف استایله و معنیش هم اینه که نوع زندگی شما خیلی خیلی مؤثره. و مسئله سومی مسئله ورزشه. ببینید یکی از مریضی هایی که فیزیوتراپیست میتونه خیلی کمک خوبی به مردم و بیماران بکنه مریضی قنده و دلیل اصلیش هم اون برنامه ورزشیه که فیزیوتراپیست به بیمار میده. چون وقتی که یه نفر سالم میخواد ورزش بکنه، خب هر کاری دوست داره میتونه انجام بده بدون هیچ نگرانی و هیچ مشکلی. ولی یه نفر که دیابت مرض قند داره و همونجوری که دیدین مرض قند مسائل و مشخصات خیلی زیادی میتونه داشته باشه، از فرد تا فرد میتونه فرق بکنه. به همین دلیل بایستی این مریضی قبل از انجام ورزش مورد معاینه و ارزیابی قرار بگیره و بر مبنای شرایط زمانی و مکانی و کاری و خانوادگی اون یه برنامه‌ای تنظیم بشه که ریسک مشکلات بعدی رو بیاره پایین، چون که میتونه مشکلات جانبی داشته باشه. و برای اینکه این بحث هم ادامهش رو با مدرک و دلیل براتون صحبت بکنم و هم بتونم شما رو متقاعد بکنم که ورزش چقدر موثره، من 3-4 تا مقاله براتون آماده کردم که یکی دو تاشون رو خیلی خلاصه وار اشاره میکنم و آخریش رو یکم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار میدیم. که خب همونجوری که گفتم دوستان مقاله براتون آماده کردم که از دو تاشون یه خلاصه میخونم و سومی رو یکم بیشتر مورد بررسی قرار میدیم. اولی مقاله اینه که اومده اثرات ورزش و برنامه‌های مختلف ورزشی را تو جاهای مختلف مقایسه کرده و در واقع یک ریویوی داشته از تحقیقاتی که تو حال حاضر وجود داره. نتیجه گیری که این میکنه اینه که میگه تمام ورزش‌های مختلف حتی اگه اثرات کوچکی هم در بیماری دیابت داشته باشن ولی بازم مؤثرن،
و نتیجه دومی که گرفته اینه که اثرات این ورزش ها شبیه اثرات تغذیه و دارو هست در بیماری دیابت. و این نکته خیلی مهمیه که همونقدر که دارو و تغذیه میتونه مؤثر باشه در دیابت، ورزش هم همونقدر اثر داره. مقاله دومی را میریم ببینیم، مقاله ایه که اونم باز راجع به اثرات ورزش میگه. میگه make your diabetic patient walk، میگه سعی کنید مریض دیابتیتون به پیاده روی روی بیاره. و اینم باز مقاله خیلی خوبیه، اومده یه سری تحقیقاتی کرده راجع به 6 گروه افراد مختلف که من از این مقاله فقط کنکلوژن یا قسمت نتیجه گیریشون براتون میخونم، که میگه انرژی، مصرف انرژی و در نهایت که همون تجزیه گلوکوزه در بیماری های دیابت وقتی که ورزش میکنن خیلی خیلی اندازه‌گیری خوبی رو نشون میده و نشون میده که چقدر اثرات خوبی داره. ولی برای اینکه نتیجه خیلی خوبی از این ورزش ها بگیریم بایستی به هفته 20 ساعت تقریبا ورزش برسونیم برنامه ورزشیمون رو. در نهایت در اولش میگن که 10 ساعت در هفته، ولی اکثر مقالاتی که راجع به بیماری قند صحبت میکنن میگن روزی نیم ساعت حداقل تا 20 دقیقه، ببخشید نیم ساعت تا 40 دقیقه ورزش‌های مختلف. و بهترین ورزش هم باز ایروبیک اکتیویتی یا ورزش‌های هوازی هستن، مثل راه رفتن، پیاده روی، دوچرخه سواری. منتها اینا باید روی حساب کتاب باشه. و مقاله سومی که براتون انتخاب کردم، باز لینکشو براتون میذارم، این مقاله خیلی مقاله خوبیه. در واقع عرضم به حضورتون که این در واقع گایدلاین امریکن اسوسییشن آف دیابتیک هست، یعنی مرکز تحقیقات مرض قند در امریکا، که اومده یک اجماعی از مسائل مربوط به دیابت رو جمع‌آوری کرده و قشنگ اومده حالت یک سری اطلاعات خیلی خوب هم برای افراد دکترها و پروفشنال و هم مریض ها اینا رو بررسی کرده و نکته های خیلی خوبی توی مقاله داره. از همه مهمتر اومده گفته که اکثر تحقیقاتی که نگاه کردن نشون داده که فیزیکال اکتیویتی، ورزش و اثرات مفید اون در مریضی قند که حد و حساب نداره. میتونید خودتون اینا را سرچ کنید، پیدا کنید، مطالعه کنید، ولی اینقدر ثابت شده است که این اصلا جای بحث نداره. بهترین برنامه ورزشی برای کسایی که قند دارن اینه که اول بایستی آزمایش بدن، مقدار مشکلات اینا مشخص بشه و ریسک فاکتورهای اینا در بیاد تا بتونن که کمترین ضرر رو به شخص برسونه و ریسک فاکتورها رو بیاریم پایین. من فکر میکنم به اندازه کافی راجع به این گفته باشم. فقط نکته اصلی اینه که خودتون همت کنید و شروع کنید. از 5 قدم پیاده روی شروع کنید تا به 50 دقیقه برسونید در روز و در هفته 4-5 دفعه. از همه رقم ورزش ها میتونه، از شنا کردن تا ورزش تو باشگاه، هر ورزشی که دوست دارین. فقط اگه دیابتتون خیلی شدیده و تحت دارو هستین بایستی یه نفر برنامه برای شما تهیه کنه، خودسرانه نباشه بهتره. ولی اگه هم باز پیش کسی نرفتیم برای پشفرات که فیزیوتراپیست بهترینش هست، میتونید از کم شروع کنید، به بدنتون گوش کنید، به بدنتون توجه کنید، بدن به خودش بهتون میگه که کی وقتش که استراحت کنید. خیلی خوب، به آخر برنامه رسیدیم. شما رو به خدای مهربان میسپارم، امیدوارم که روز روزگار خوش باشه و اگه هم مرض قند دارید حتما و حتما ورزش رو در اولویت قرار بدین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.